داده بودیم انشالله پیام رسان ها یا تا آخر سال دیگه یا فردا یا شنبه انشالله جلسهش برگزار میشه، تستاش گرفته شده و نسخه جدیدی که منتشر خواهند کرد پیام رسان بله و ایتا انشالله به هم دیگه متصل میشن. اتصال هم به این معنی که شما میتونید از توی بله خودتون توی تنظیمات پیام رسانتون تعیین میکنید، تو بخش حریم خصوصی یه تیک میزنید که من از بقیه پیام رسان ها پیام میپذیرم و پیام بتونم بفرستم. از این طریق در واقع از سایر پیام رسان ها به پیام رسان منتخب خودتون پیام براتون میاد، میتونید ارسال بکنید. انشالله تا آخر سال انجام میشه و در خیلی مردم قرار میگیره. متشکرم. معافیت های مالیاتی هم ببینید، دولت دنبال حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و آیین‌نامه رو در آبان ماه تصویب کرد، آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اینترنتی. یکی از بنداش معافیت مالیاتی بود برای کسایی که سابقه مالیاتی نداشتند و بخشودگی‌های مالیاتی برای اونایی هم که سابقه مالیاتی داشتند. این توسط رئیس محترم سازمان مالیاتی ابلاغ شد به کل کشور. در قانون بودجه 1402 هم این تبدیل به قانون شد که به مدت 2 سال این معافیت‌ها و بخشودگی‌ها برای کسب و کارهای اینترنتی که در سکوهای داخلی فعالیت می‌کنند برقرار می‌شود. مرسی.